با سلام درود خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. در شب قبلی صحبتی کردم به این دوستان، این خلاصه هر چی بوده شامل حالم شده که تونستم بیشتر دنیا رو بگردم، راجع شغل بررسی بکنم، راجع کارا بررسی بکنم، و وقتی بخوام تو ایران کاری انجام بدیم افراد تفرید نباید باشه. مثلا تاتا قبلا گفتم یک بچه کوچیک زرتشتی بود، از یزد رفت به کجا؟ به هند. تاتا زمانی که مرد بالغ بر 55 میلیون نفر پرسنل شرکتش بودن که الان هم هست، داره کارم میکنه، از کفش تا فرش تولید میکنه، ماشین همش تولید میکنه. تاتا معروف تو هند. گفته بود اگر من تو ایران کاری بودم، با نفتی که ایران داره، از مشتقات نفت، من تمام مردم ایران رو شاغل میکردم، تمامشون رو، از مشتقات نفت. خب این حرف بزرگی، حرف خامی نیست، من پخته است، اما حرف بزرگی. من اگر کاری دارم انجام میخوام بدم برای تو ایران، من نمیام این گاندی و نهرو که جوشون از واقعا بزرگان هند هستن افراد تفرید بکنم. یکی فقط طرفدار صنایع کوچک، بعد نفر بعد فقط طرفدار صنایع بزرگ، و جفتشون تقریبا صنایعشون رفت اونجا که باید بره. اگر کاری بخوام انجام بدم، کاری بخوام بکنم توی قضیه ترام بود آماده میکنم، برای همه مردم هست. کاری هست که مثلا تو خونه خودشون، تو محل زندگی خودشون، تو روستا، تو هر جا هستن، بتونن درآمدی از این راه داشته باشند. یه درآمد معقول، یه درآمدی که طالب داشته باشه، نه که بخوان اصرار کنن بخوان بفروشن. نه، مطمئن باشه شما اینو. برنامه‌ریزی با حساب شده تو کدو حساب کار هست، خاطر تو جمع باشه. و انحصاری نیست. کسی توان بیشتر داره، تولید بیشتر بکنه، بازارشون هست. بازارش حداقل برای 20 سال آینده هست تا بخوام برسم اونجا باید برسم. تا اون کشورا میاد تو ایران سرمایه‌گذاری می‌کنه، قصه و داستانش خیلی زیاد. پس بدونید این برای همه مردم هست و همه هم میتونن این کار انجام بدن. مثلا کار آخری که مثلا عرض کردم. و من و امثال من امانت دار هستیم. اگر علمی چیزی یاد گرفتیم، اگر یاد گرفتیم چی هست، از این حق نداریم برای خودمون و نزدیکانمون استفاده بکنیم. چون این امانت داره صندوقدار بانک بمونیم، شاید 45 میلیارد پول جابجا بکنه، اما اگر 100 تا 1 تومانی 1000 تا از پول برداره، یه دفعه از امانت دار میشه به خائن، میشه به کسی که دزدی کرده، تمام چیزاش میگیرن. یه حرف آخر زدم براتون. خب اینو اخبارتون بذارم گوش کنید، کلیپ رو گوش کنید، میروز کلیپ زیاد دارم براتون گوش میکنیم با هم دیگه. فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین در اظهار نظری عجیب با تاکید بر اینکه ساخت و ساز عمودی هزینه های هنگفتی داره، گفته با پهنه گسترده‌ای که ایران داره امکان ساخت 400 میلیون خونه یک طبقه در کشور وجود داره. این نماینده انقلابی مش نمونه خروار بی‌سوادهایی که سرنوشت 85 میلیون ایرانی رو قبضه کرده. یکی به این نادون بگه 400 میلیون خونه افقی با عمودی فرقی نمی‌کنه، چون ساخت خونه فقط سر هم بندی کردن مصالح نیست. تامین آب و برق و گاز این 400 میلیون خونه مهمه که نه سوادشو داری نه توانشو. این نماینده نابغه قبلا هم گفته تا امروز اجازه ندادم بچه‌ها با فضای اندروید آشنا بشن و از طریق اینترنت محتوای مستجد ببینن. راست میگه، خب از طریق گوشی اپل میبینن. استفاده از گوشی اندروید برای این مفتخورا افت داره، مخصوصا که خودشون بازیگر محتوای مستجدن و هر چند وقت یه بار فیلمشون رو. خب دیدین که نماینده مجلس خانم ما قزوین چه حرفی زده، همون افکار خود محال. یک کلیپ میذارم براتون که از نزدیکان رئیسی داره حرف میزنه، برای هم با رئیسی نزدیک هم با خامنه‌ای، اینا یک خط هستن. ببین چی میگه راجع به برخورد اونها با وزراشون. حتی به شازدمی چرا فراخان بده کلی باید پرسش میارم به شازدمی چرا فراخان نمیدیم؟ این چقدر قشنگ جواب میده ایشون؟ چرا فراخان نمیدیم؟ بابا اون کار من نیست، مدیران میدانی که بهتر از من در داخل تشخیص میدن که امروز تو این شهر و تو این منطقه چه میتونیم بکنیم، میتونن این بوده
تصمیمات رو بگیرن. کار ما تعیین تکلیف و نصف پیچی از فاصله دور نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی از هر دسته نیست که اونا میگیرن. توجه کردید؟ خیلی جالب جواب داد، راست هم میگه. کسی داخل هستن مستلط هم به امور همه کارا و اونا خیلی خوب بیدن چیکار بکنن چیکار نکنند. اینم با هم گوش کنیم تا بعد. همه شما نگران هستید، دغدغه‌مند هستید نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامی، نسبت به سرنوشت نظام مقدس اسلامی. منافقین توریستها که اینها همه دست به دست هم داده بودن و دادن که نظام جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن. دشمن میداند کجا را باید بزنه. دشمن زرنگیه، ما باید چشم گوشامون پموز باشه. دشمن در کمین ماست، دشمن هر لحظه به ما توطئه میکنه. کار مهمی که ما الان در سال جاری و در آستانه اون اتفاق داریم این است که با قدرت تمام اجازه هیچ گونه فعالیتی رو تو این حوزه هایی که منافع ملی را تحت اشعاع قرار میدن باید با قدرت جلو رو بگیریم. الان مسئله مهم در پیش ما این است. همه شما نگران هستید. این وضعیت شما، این وضعی کشور بود ها، همون وعیدی که اونقدر از شاخش نکنه حالا ساش در نمیداره میمیره از ترس. خب خدمت شما ارز کنم که حالا از این گوشی گوش کنیم. آدم کار بلد نباشه، فنی نباشه، خیلی مشکلات داره، ولی خب راش میدازیم. ببخشید دوستان، سرعت خیلی پایینه. خیلی ببخشید. تو تو. بشه وبسایت خبری فراز فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین در قسمت اینو گذاشتم براتون. ببخشید. اینو شده رو گذاشتم براتون. من کی باید بکنه مردم؟ من نوکری میکنم تا وظیفتی رو حمایت کنی. بس سلام. ندیم به جهنم روز قیامت. تو لیاقت نداشتی که به نوکر امام زمان کمک کنی. من لطف میکنم از مردم پول میگیرم. اینو جدی دارم میگم، به مخاطبم گفتم. گفتم مخاطب تو پول میدی، من دارم لطف میکنم تو پول میگیرم. برای نوکر امام زمان، برای مال وقفی، برای مسجد خرج میکنم. من که مال خودم نیستم که. یه نفرم لیاقت نداره، برو پولتو خرج دوا دکتر کن. پولی که برای امام زمان خرج نشه خرج دوا، پول امام حسین نشه، روزه امام حسین نشه، بعد خرج دوا دکتر شه یا بره دخترشو کپ خیابون جمع کنه. شماره کار گوشم هر کی حال کرد بده. تازه من توفیقی ها، من توفیق نوکری کنم تام توفیق که پول تو بده من اینجا خرج کنم. پول اینجا نه تو میکروفون خرج، برو ساز و دهل آوار بگیر، من جو تعبی نشه کوفت دیگه میشه. دعوت خرج دوا دکتر میشه، دست بشکن کلات بشکن خرج دوا دکتر بده. اصلا هم خجالت نکش. آقا فرمود آتش بغداد یعنی چی؟ یعنی مسئولین بیلاخ هم بهت نشون نمیدن، پول هم بهت نمیدن. برو مردم بگیر مقیاس و خطکش تو صحبت آقا باشه. هر کی هرچی گفت به قسمت کتف سمت راست حساب کنیم. مردم من خرج دارم، به خدا خرج دارم. خب اینم شماره کارت نوشتم، مصرف شخصی میکنم از این شماره کارت. من نفهمیدم الان این بله چقدر جالب آخونده برای خود توجیه میکنه به قصه. خب حالا اونم پیداش میکنم، با حوصله میرم جلو. این تیکر شاهاشا گوش کنید، خیلی جالبه. چقدر اینم من گوش کردم، شما باید گوش کنید. شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست، میخواهم تا میهنمان را به خون و آتش نکشید و به امروز خود و فردای ایران ضرر نزنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید. همه به ایران فکر میکنیم. در این لحظات تاریخی بگذاریم همه با هم به ایران فکر کنیم. من از شما این آخرین پیام شاهرشاه تلویزیون صحبت کردم. خب
نه عالم خدا کلیپ قبل گذاشته بوده، حالا دوباره همون میذارم بتونید جالب گوش کردنش. من میزنم نه تنها به من، به بچه های من که شکار منم فحش و تهمت میزنی. خب بچه های من چی گناه کردم؟ همون فحش همون لقمه تاج کردی. جواب من رو تو فضای مجازی من فحش میدید جوابی حرفایی که من میزنم. نه تنها به من، به بچه های من که شکار منم فحش و تهمت میزنی. خب بچه های من چی گناه کردم؟ اونا شما فحش به خود من بدید. بله میدیم به پدرت هم میدیم، به جدابات هم میدیم. همون کلیپی گفتم ها، منقل باشه خب منظورش خامنه ایه، اینه که دیگهش منظور خود رئیسی هست. دوباره گوش کنم بردید اولش. بشینه تو خونه شم برم بشم اگر زودم شاید پای منقلم باشه، زنگ میزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره. حتی وزراش بایش بشم اگر زودم نمیتونن تماس بگیرن مسائل شما مشروعه خیلی مسئوله، مسئولی در جمهوری اسلامی خیلی خیانت کرده. خود من یادم میاد اون مسئول و وزیری که گفت من اومدم مسئولیت گرفتم به خاطر اون یه لیوان شیر خری بود که در بچگی وقتی مریض شده بودم من دادم خوردم. من فکر میکنم کاره نمیگم اکثرا خیلی از مسئولین در نظام جمهوری اسلامی اومدن مسئولیت گرفتن مثل این که یه دونه از اون لیوانه میخورن عوض میان مسئولیت بگیرن. خب جالب بود نه؟ میگه جواب گزارش میده، تلفنش هم سایلنت میکنه و سلام تمام. جوابی نداره بده. خب چند تا خبرم براتون بخونم که جای تأسف داره. رئیس فدراسیون فوتبال: برای آبیاری چمن ورزشگاه آزادی آب نداریم. به چی میخواد بگه دیگه؟ از بالاتر داریم؟ آب نداریم. خب در حالی که بنویسه رسانه ورزشی عربستان تنها در کمتر از 5 سال نزدیک به 2 میلیارد دلار در ورزش هزینه کرده است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به کیفیت چمن ورزشگاه آزادی گفته است که می‌خواهیم چمن رو آبیاری کنیم اما آب نیست و قلعه نوی هماهنگ کرده که با آتش‌نشانی آب بیاورن. باشه. یک عکسای میاد بیرون، دیدین که نوشته تونل زمان مال شبکه من و توست. در جریان باشید. حکومت که حکومت شبکه رفی حکومتی که کسا سر کار تمام آرشیو صدا و سیما رو اون زمان رو همشو چیکار کردن؟ بردن انگلیس. بردن و اونجا دستبندی کردن، بعد ایستاد دادن به من و توست و تمام آرشیو صدا و سیما در تمام از زمانی که فیلم بوده اینو هرشان بردن و اینا رو در میاره مال شاهنشاه ماری و در میاره. اما تیم دادیاش توی اطلاعات مونده، ولی خب این هم تداوم فشار بر کسب بهانه حجاب. 5 کافی شاب در خوزستان پلوم و مالکان آنها بازداشت شدند. بکنید خیلی کار خوبی کردید. یک مقام دولتی: حدود 1/4 کودکان پایه اول ابتدایی هنوز برای مدرسه ثبت نام نشده اند. نمیان، پول ندارن، نمیان و و و الاخر. و این فاجعه است برای کشور. باید تو فکر کردی میکنی میشن. دادگاه غیرعلنی یک مربی فوتبال در تهران به اتهام آزار جنسی 9 نوجوان برگزار میشود. متاسفانه یکی از نوجوان تماس گرفت خانواده‌اش، گفتم چرا حالا بهتون میگه؟ گفتش که من نقل قول میکنم. گفتش که چت کرده اصلا اسم مربی رو همه داریم، من پخش نمی کنم چون تا اسم مربی رو نمیتونم. گفت اینا تو بازی قرار بوده که این نفر تا بازی بکنن، دوستاش با هم بیام رفیقت در جنب بودن، بعد بازیش نمیده، عصبانی میشه و میان به من میگن، به اون میگن و از این حرف ها. این تیکر رو قبلا پخش کردم، دوباره عرصه گوش دادن داره. جمهور اسبق گفت کسانی که قرآن آتش زدن روز عاشورا پرچم امام حسین رو آتش زدن نیروهای امنیتی بودن. آقا دلیل از اون روشن‌تر چرا با این دلیل بازم داری فریب می‌خوری؟ دیگه قرآن رو مخالفان حکومت آتش زدن. مطالبات دارن مردم. آیا در
آبان 98 هم که اعتراض کردن به قیمت بنزین، اونجا هم ضد دین ها بودن، ضد قرآن ها بودن، ضد حجاب ها بودن. یا خود سوال میکنم، کشاورزانی که در کف زاینده رود اصفهان خوابیدن و نشستن و اتفاقا شما فیلم هاش هم دیدید، موکب ها اومدن، موکب های واقعی آمدن خیمه زدن، بلندگوها و دیدهای خود هیئت ها و مواکب رو آوردن گذاشتن به معترضین قضا دادن و کاملا مظالمت آمیز بود و آمدن اینها را به رجبار گلوله های ساجمهی بستن و چشم در آوردن، چشم کشاورزا رو در آوردن از قدقه. اینها هم ضد دین بودن، اینها هم ضد قرآن بودن، اینها هم ضد حجاب بودن. آقا یک کسی به نام سردار همدانی که رفت از حکومت بشار اسد حمایت کنه، همونجا زدن کشتنش. خود ایشون آقا مستنداتش هست، میگه ما در فتنه 88 10,000 نفر از اراذل و اوباش رو سازماندهی کردیم و این فتنه رو جمع کردیم. خب اراذل و اوباش چه میکنن؟ میان وسط خیابون نماز جماعت میخونن؟ میان اونجا این سند خیلی خوبیست. خب خبر زیاده گفتم بهتون و بعد سر فرصت باز صحبت خواهم کرد. زیاده نمیشه الان گذاشت، 16 دقیقه هرچی بالاست نمیشه. عزیز دلید بازم صحبت میکنم براتون، خواهم گفت و لایق هستید، لایق هستید، لایق هستید. ایام بکنم بزرگ.